در تعجبم که کیه که این وقت شب داره در میزنه. سلام قربان، گفتن خانومی به اسم مریم که مادر عیساست رو میتونم اینجا پیدا کنم. آیا ایشون اینجا؟ بسیار خوب، لطفاً بفرمایید که شما با مریم چی کار دارید؟ خواهش میکنم نترسید، من یه دوستم. قول میدم که خطری برای کسی ایجاد نکنم. من یه پیغام دارم و همچنین هدیه ای آوردم. میتونم بپرسم میخواید چی بگید و چی بدید؟ راستش شب قبل از مصلوب شدن عیسی، رهبران یهود و مقامات رومی به مرگ محکومش کردند. سربازای رومی زدنش و روی صورتش آب دهان انداختند و مسخرش کردند. شمعون اهل قیران هم مجبور شد صلیب عیسی را حمل کنه. عیسی در مکانی به اسم جلجتا مصلوب شد. بعضی از سربازای رومی با قرعه انداختن لباسهاش رو تقسیم کردن. بالای سر عیسی هم نوشته ای گذاشته بودند که می گفت این است عیسی ناصری، پادشاه یهود. از ظهر تا ساعت 3 تمام اون منطقه تاریک شد و بعد عیسی فریاد زد و گفت خدای من چرا مرا ترک کردی؟ بعد از اینکه فریاد زد، عیسی مرد. بعدن فهمیدم که در اون لحظه پرده معبد از بالا تا پایین دو نیم شد. زمین لرزید و سنگ‌ها نصف شدن. قبرها باز شدن و مقدسینی که مرده بودن زنده شدن و از قبرها بیرون اومدن. سربازای رومی که نگهبانی عیسی رو میدادن از زلزله و این اتفاقا خیلی ترسیده بودن، ولی یکی از سربازا گفت به راستی که اون مرد پسر خدا بود. بعضی از ما اونجا بودیم و دیدیم که چی شد. دقیقاً همین طور بود که شما میگید، ولی نفهمیدیم که برای چی امشب اومدید اینجا و کارتون چیه. من یکی از نگهبانای مقبره عیسی بودم. دیدم که اونجا چی شد. حالا که ایمان دارم عیسی پسر خداست، اومدم لباس عیسی که پای صلیب توی قرعه کشی برنده شدم و پس بدم. میخوام که این لباسو به مادرش بدم و به خاطر کاری که کردم ازش معذرت خواهی کنم. میدونم که این لباس مال مردیه که مردنش رو دیدم و دیدم که به قدرت خدا مرگ رو شکست داد. واقعا خیلی ممنونم، لطف کردید که لباس رو پس آوردین. میخواستیم که جلسه پرستشیمون رو شروع کنیم و خدای پدر و خدای پسر رو شکر کنیم. خوشحال میشیم که شما هم به ما بپیوندین. ممنونم. میخوام در مورد عیسی که از مردگان برخاست چیزای بیشتری بشنوم.